سرخط خبرها. یه دادگاه دروغین برای بچه های من برقرار کردن که هیچ دفاعی نتونستن از خودشون بکنن. واکنشا به تایید حکم اعدام کشتیگیر ایرانی. مادر نوید افکاری میگوید پسرانش شکنجه شدند تا علیه همدیگر شهادت دهند. اعلام فهرست اعضای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از سوی اشرف غنی. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین عضویت در شورا را نپذیرفت. و بازگشایی با کاهش محدودیت‌های دوران قرنطینه. 2 میلیون اثر هنری موزه متروپولیتن نیویورک در معرض دید علاقمندان قرار گرفت. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. واکنشا به تایید حکم اعدام برای یک کشتیگیر ایرانی ادامه دارد. خبرگزاری هرانا گزارش داده که نوید افکاری از بازداشت شدگان اعتراضهای مرداد 97 شیراز در دادگاه به 2 بار اعدام به علاوه 6.5 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده. آقای افکاری گفته که در زندان تحت شکنجه های شدید بوده و مجبور به اقرار به مطالب ساختگی و کذب شده. 2 برادر او هم به حبس های طولانی مدت و شلاق محکوم شدند. فرین آسمی گزارش میدهد. نوید افکاری، کسی که در نوجوانی به فینال کشتی نوجوانان ایران رسیده بوده و تا رده بزرگسالان هم در میان برترین های کشتی بوده، حالا به 2 بار اعدام محکوم شده. اتهامش محاربه است و قتل یک مامور امنیتی در اعتراضهای 2 سال پیش در شیراز، اتهام هایی که مقام های قوه قضاییه درباره آن توضیحی ندادند. علاوه بر نوید، حبیب و وحید افکاری برادران او هم به شلاق و زندان محکوم شدند. وحید به 54 سال و 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق و حبیب به 27 سال و 3 ماه حبس و 74 ضربه شلاق. این هم استمداد یک مادر است برای نجات جان سه فرزندش. بدون هیچ مدرکی، بدون هیچ گناهی، هیچ مدرکی علیه اینا داشته باشن دادگاه برگزار کردن، یک جلسه و حکم دادن که الان حکمشون اومده و حکمی که اصلا نمیتونم به زبون بیارم برای نوید و حال از تمام مردم دنیا، از تمام مردم ایران، از هر که صدامو میشنوه تقاضا کمک دارم که بی اثباتی بی گناهی بچه هام در دادگاه راستین و درستین برگزار بشه و عاجزانه تقاضای کمک به هر کی صدای منو میشنوه دارم برای حکمای ناحق ناعادلانی که به پسرام داره. نوید افکاری در اعتراض‌های سال 97 در شیراز دستگیر شد. اعتراض‌هایی که به افزایش قیمت طلا و سکه شروع شد. تظاهراتی که به 10 شهر دیگر هم گسترش پیدا کرد و با دخالت نیروهای لباس شخصی و سرکوب معترضان روبرو شد. هرانا به نقل از یک منبع مطلع گفته این 3 برادر به تشکیل گروه متهم هستند، اما آنها هیچ اقدامی در این مورد انجام ندادند. این تصویر است از نامه نوید افکاری درباره شکنجه هایی که در زندان شده. خبرگزاری هرانا این نامه را منتشر کرده. در این مدت انواع شکنجه های روحی و روانی و جسمی را متحمل شدم. روی صورتم پلاستیک می کشیدند و مرا تا مرز خفگی و مرگ پیش می بردند. دست ها و شکم و پاهایم را به وسیله باتوم و اجسام سخت به شدت مورد ضرب و شتم قرار می دادند و مکررن با الفاظ توهین‌آمیز و رکیک به بنده اهانت می کردند. مرا محکم می بستند و در بینیم الکل می ریختند. خبر حکم اعدام نوید افکاری در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی داشته. از جمله کسانی که به این حکم واکنش نشان دادند شاهزاده رضا پهلوی بود. نوید افکاری زیر تیغ حکم اعدام فرقه تبهکار است. قهرمان کشتی در آزمون جانفشانی برای وطن نیز سرفراز است. از هم میهنان میخواهم که برای نجات جان نوید طوفانی از اعتراض برپا کنند. تلاش برای رهایی او و دیگر جوانان دلیر از بند ضحاک زمان یک وظیفه میهنی است. وزارت خارجه آمریکا هم در توییتر به این حکم اعتراض کرد.
نوید افکاری جوانی است که برای عزتی که رژیم خامنه ای مدت هاست مردم ایران را از آن محروم کرده مبارزه می کرد. اراذل و اوباش خامنه ای نوید را تا حدی شکنجه کردند تا او به جرایم جعلی اعتراف کند. پیش از این هم حکومت ایران مصطفی صالحی از معترضان دیماه 96 را اعدام کرد. او به قتل یکی از نیروهای سپاه پاسداران متهم بود. فعالان حقوق بشر بیمان دارند که نوید افکاری هم مانند مصطفی صالحی در سکوت خبری اعدام شود. سازمان عفو بین‌الملل میگوید ایران سال گذشته 251 نفر را اعدام کرده و از نظر تعداد اعدام‌ها بعد از چین در جهان در مقام دوم است. فرین عاصمی، بی بی سی. مادر برادران افکاری در ویدیویی که به دست بی بی سی فارسی رسیده جزئیات بیشتری درباره وضعیت فرزندانش گفته و خواستار برگزاری دادگاهی عادلانه برای آنها شده. من مادر وحید نوید حبیب افکاری هستم که 2 سال پیش مامورا ریختم تو خونمون، 2 تا پسرم نوید و وحید رو بازداشت کردن. بعد از 3 ماه حبیب که 3 ماه از ازدواجش هم میگذشت، اونم به خاطری که خیلی برای برادرش تلاش میکرد، میرفت دادگاه و میومد و میرفت و میومد و تلاش میکرد، اونم بازداشت کردن. تا 4-5 ماه تو پلاک صد بودن و شکنجه های به اینا وارد کردن که دست نوید رو شکندن، انگشتش، دست پای حبیب رو شکنده بودن. بعد از مدتی ما فهمیدیم که وحید 2 بار خودکشی کرده و بردنش بیمارستان. کلی چند روز تو بیمارستان بوده که گردنشو جراحی کردن. بعد از 2 سال این همه برو بیو این همه تلاش، یه جواب درستی به ما هیچ که نخواست که حرف ما را بشنه، که جوابی به ما بده. این همه شکایت و دادگاه، این همه رفت آمد، نتیجه بعد 2 سال این حکم ظالمانه را به بچه های من دادن. نوید که یه پسر خیلی انسان خیلی خوبی که همه جونم و همه کسم و نویده، همه جونم نویده، همه عمرم نویده، یه ورزشکار انسان به تمام معنا که فقط ورزش میکه، کارگری میکه، خودش درمی و کار میکه، ورزش میکه، همراه برادرش هم میرفت یا کس دیگه مزد میگرفت، کارگری میکه. نوید هم همینجور، حبیب هم همینجور. حبیب هم با وحید به فقرا کمک میکرد، دست کار خیر داشت. ستهشون ست انسان شریف، واقعا ست انسان شریف که من به بیگناهیشون ایمان دارم، به بیگناهیشون ایمان دارم که اینا آزارشون هم به یه مورچه‌ای نمیرسید، خدا میدونه. حالا میخوام اینا، آیا کسی هست به داد دل من برسه؟ آیا کسی هست کمک من بکنه؟ بعد از 2 سالی همه بدبختی و ای همه زجی که خانواده ما کشیدن، ای دادگاه برو، او دادگاه، ای دادگاه برو، او دادگاه برو، در زندان برو، دادگاه انقلاب برو، دادگاه ابریشمی برو، دادگاه قدوسی، دست اونم به هیچ جا بند نشد، نتیجهش هم این شد که به ما دادن. تقاضای کمک دارم، واقعا تقاضای عاجزانه، تقاضای کمک به هر کی که میتونه به ما کمک کنه، یه دادگاه عادلانه برای بچه‌ام برقرار کنن، نه یه دادگاه دروغین برای بچه‌ی من برقرار کردن که هیچ دفاعی نتونستن از خودشون بکنن، هیچ اینا نذاشتن هیچ دفاعی از خودشون بکنن، اینا فقط حرف خودشون، فقط کار خودشونی کردن. صحبت‌های مادر برادران افکاری بود. حسین رئیسی، وکیل دادگستری از تورنتو کانادا با ما هستن. آقای رئیسی، چیزی که برمیاد از حرفای متهمان و مادرشون اینه که دادگاه ناعادلانه بوده و حکمی که صادر شده بر اساس اعترافاتی بوده که در اثر شکنجه به دست اومده.
همینطور چنانچه از نامه‌ای که منتشر شده و سخنان مادرش برمیاد، با وجود اینکه از جزئیات پرونده اطلاعی در دست نیست و پرونده به صورت غیرعلنی ظاهرا برگزار شده و کسی از جزئیات اطلاعی نداره، ولی اون چیزی که در حال حاضر مشخص هست این که اونها شکنجه شدن، دست و پاشون شکسته شده و مدعی هستن که اقراری که از اونها کسب شده بر اساس شکنجه بوده و احتمالاً در دادگاه باید انکار کرده باشن که الان چنین ادعایی میکنن. در این حالت اون چیزی که حقوق مشخصا قوانین دادرسی در ایران تعیین تکلیف میکنه این هست که قاضی مکلف است، یعنی واژه تکلیف رو قانون به کار برده در ماده 169 قانون اندازی کیفری جدید که به این نوع اعتراف ها و اقرار هایی که در اثر اجبار، اکراه و شکنجه به دست اومده وقعی ننهد و توجه نکنه و مجددا دادگاه خودش تحقیقات رو انجام بده، اگر به نتیجه رسید اون موقع اقدام به صدور رأی کنه. ولی اون چیزی که چنین برمیاد که دادگاه این توجه نکرده و رأیی که الان صادر کرده استانداردهای دادرسی عادلانه مطابق با قانون اندازه‌گیری کیفری ایران را ندارد. در این صورت آیا هیچ راهی هست برای اینکه این رأی تغییر کنه؟ چون دادگاه عالی هم الان حکم رو تایید کرده. البته هست، دو تا راه وجود داره که هم از طریق ریاست قوه قضاییه و هم از طریق دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داده بشه. با توجه به این که اقرار در امور کیفری طریقیت داره نه کاشفیت، یعنی صرف اقرار کافی نیست برای محکوم کردن در امور کیفری و به خصوص امور مهم، بنابراین نیاز به تحقیقات جدی و داشتن یک در حقیقت ابزار متعددی که بتونه این موضوع را اثبات بکنه، ولی در ضمن ضرورت داره این پرونده به این اهمیتی حتما افکار عمومی و جامعه هم در جریان اون قرار بگیره. از این نظر برای اینکه در مقابل افکار عمومی امکان پاسخگویی در برابر چنین حکمی وجود داشته لازمه که اعاده دادرسی انجام بشه و همچنین به دلیل اینکه اقراری که کسب شده حداقل در مزان این اتهام هست و این ادعا مطرح هست که دست اونها شکسته شده، پزشکی قانونی تایید کرده دست شکسته شده و اقدامات بعدی که انجام شده، مجموعه اینها زمینه را برای درخواست اعاده دادرسی و خلاف شرع بودن حتی این رأی را فراهم میکنه. بنابراین از این دو منظر امکان رسیدگی مجدد به این آرا وجود داره و امیدواریم که این اتفاق بیفته و شاهد دادرسی بهتر و عادلانه‌ای در رابطه با اونها باشیم و به هم به جامعه و هم به این خانواده و حق این شخص هست که به عنوان حقوق متهم که از تمامی امکانات حقوقی بهره‌مند بشه و سپس در موردش تصمیم گرفته بشه. ممنونم ازتون حسین رئیسی، وکیل دادگستری از تورنتو کانادا با ما. اعتصاب قضایی 20 روزه نسرین ستود زندانی سیاسی در ایران واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته. کاربران توییتر به دلیل وخامت حال این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و در اعتراض به قوه قضاییه ایران هشتگی برای آزادی او به راه انداختند که برای ساعتی ترند اول توییتر فارسی شد. نسرین ستوده 20 مرداد در نامه‌ای به قوه قضاییه خواهان آزادی زندانیان سیاسی شد و از آن زمان تا کنون در اعتصاب قضاست. رضا خندان همسر نسرین ستوده از تهران با ما هستند. آقای خندان، الان وضعیت خانم ستوده در 20 روز اعتصاب قضا چطوره؟ آخرین بار دیروز من باهاشون صحبت کردم، وضع جسمیش خب طبعا با توجه به اینکه 19 روز بود خیلی تعریفی نداشت، صدای خب خیلی ضعیفی داره، نوسان قند و فشار خون خیلی شدیدی داره، به نوعی که چندین بار به زیر 55 رسیده تا 44 هم رسیده و گاهی وقتا تا آستانه بیهوشی یک بار حداقل بیهوش نشده ولی تا آستانش رفته که اون روز استثنا تنها باری بود که به بهداری منتقل شد. شما دیروز باشون صحبت کردید، ایشون به شرایط کل زندانیان سیاسی اعتراض دارن در زندان، آیا به شما اطلاعات بیشتری دادن درباره اینکه الان شرایط بقیه زندانیا چطوره؟ اوضاع هیچ تغییر نکرده، ما هر چی جلوتر میریم شرایط برای
زندانیای سیاسی سخت‌تر میشه با وجود ویروس کرونا. روزهای اول فروردین بند زنان اوین که عمدتاً زندانیای سیاسی هستند تا 18 نفر هم رسیده بود، ولی الان بالای 42 نفر هستن و همینجوری دارن زندانی میارن اونجا. من خبر دارم که زندان قرچک هم همینطوره، تعداد زندانیای سیاسی که اونجا میبرن هم هی روز به روز افزایش پیدا میکنه. علاوه بر این، کیفیت نگهداری زندانیان روز به روز سختتر و سختتر میشه و به خدماتی هم که بخوام بهشون بدن کمتر میشه. سهم هر کدوم از اینها بسیار بسیار کمتر از اون چیزیه که قانون پیش بینی کرده. فعالای مدنی وکلای دادگستری از خانم ستوده خواهش کردن که به اعتصاب غذاشون پایان بدن و جون خودشون رو حفظ کنن. الان نگرانی جدی هست درباره سلامتی ایشون. آیا به شما گفتن که تا کی میخوان ادامه بدن این وضعیت؟ بله، از اولش هم زمانی رو تعیین نکرده بودن، اما با کمال احترام گوش کردم به نامه‌ها و خواسته های دوستان و هموطنانی که نامه داده بودن. اما واقعیتش اینه که شاید زودتر از اینها میخواست اعتصابش رو تموم بکنه. به ما چیزی نگفته بود، اما میدونم که بعد از بازداشت دخترمون اصلا اوضاع عوض شده و تصمیمش تغییر کرده و تصمیم شاید خیلی دراز مدتتری در پیش داشته باشه و اینو من مطمئنم که بسیار تعیین کننده بوده و اقدامی که در مورد دخترمون کردن خب اقدام خیلی خیلی عجیب و غیر انسانی بود که مرتکب اشتباه بزرگی شدن. کاربران توییتر طوفانی به راه انداختن در حمایت از خانم ستوده و دیگر زندانیان سیاسی و اعتراض به قوه قضاییه. چقدر این حرکات رو شما مؤثر میدونید؟ قطعا همه این اقدامات، همه اعتراضات در ایجاد شرایط زندانیان تأثیر گذاره و من مطمئنم که این حمایت‌ها قطعا کمک خواهد کرد، نه فقط در مورد همسر من ولی در مورد شرایط عمومی. و یا شاید هم بهتر این گونه ببینیم که این اعتراضات دست کم اجازه نمیده اوضاع از اینی که هست خیلی خیلی بدتر باشه. و الان قبل از من شما صحبت از احکام اعدام میکردید که خب روز به روز داره اضافه میشه علارغم همه این اعتراضات، اما من مطمئنم که تأثیرات خودشو خواهد گذاشت. خیلی ممنونم ازتون. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، با ما. نگاهی بندازیم به سرخط خبرهای مهم روز. مادر نوید افگاری کشتیگیر محکوم به اعدام میگوید پسرانش شکنجه شدند تا علیه همدیگر شهادت دهند. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان عضویت در شورای عالی مصالحه ملی را نپذیرفت. در ادامه برنامه، موزه متروپولیتن نیویورک در پی کاهش محدودیت‌های قرنطینه دوباره باز شد. بریم سراغ خبری که الان درباره‌اش صحبت کردیم. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان عضویتش در شورای عالی مصالحه ملی را رد کرد. او به بی بی سی گفته به تلاش در راستای صلح ادامه می‌دهد، اما در هیچ ساختار حکومتی شرکت نخواهد کرد. شب گذشته ارگ ریاست جمهوری افغانستان فهرستی طولانی از اعضای شورای عالی مصالحه ملی را اعلام کرد که شامل چهره‌های سرشناس سیاسی، جهادی، دولتی، غیر دولتی و زنان فعال در عرصه‌های مدنی و سیاسی است. نام آقای کرزی در صدر این فهرست قرار دارد. جعفر مهدوی دبیر کل حزب ملت افغانستان از کابل با ما هستند. آقای مهدوی، خیلی به این فهرست انتقاد شده، اینکه شامل همه فعالان نمیشه. پاسخ شما به این انتقادها چیه؟ تعبیر بسیاری از سیاسیون در مورد لیست و شیوه اعلام لیست است که یک نوع کودتای سیاسی از طرف شخص رئیس جمهور و ارگ ریاست جمهوری است، و به این دلیل که 3-4 ملاحظه بسیار جدی وجود داره. ملاحظه اول است که اعلان لیست اعضای شورای عالی مصالحه ملی توسط رئیس جمهور برخلاف توافق است که بین دو تیم سیاسی صورت گرفته بود و در او استقلال عمل و جدایی شورای عالی مصالحه ملی از ارگ ریاست جمهوری سرش تاکید شده بود، و اعلانی که توسط رئیس جمهور صورت گرفته گویا
شورای عالی مصالح ملی یک نهادی زیر مجموعه ارگ ریاست جمهوری یا حکومت است و اعضای شورای عالی مصالح ملی ماموران معاش بگیر رئیس جمهور است. یک موضوع که یقینا همونطور که آقای کرزی رد کرد، بلکه چهرهای مطرحی لیست هم شنیدیم که به زودی اونها هم رد میکنن و نمیپذیرن. ملاحظه دوم است که در این لیست رئیس جمهور بیشتر با موضوع به عنوان یک موضوع انتخاباتی سیاسی برای جمع کردن و پست دادن به تعداد از حامیان سیاسی خود برخورد کرده و کسانی که وزارت اینا برشون نرسیده شامل از این لیست کردن. یعنی لیست نه از قشر سیاسی افغانستان نمایندگی جامع و کامل داره و نه از مخصوصاً نسل جوان و زنان، نسل جوان افغانستان که افغانستان جوانترین جمعیت جهان داره، حدود 80 تا 85% که شما در این لیست هیچ کسی رو به نمایندگی از این نسل نمیبینید و حضور زنان هم زنانی هستند که بسیار در مقایسه با فعالین مدنی زن در افغانستان چهرهای گمنام و ناشناخته هستند که بیشتر نزدیک به رئیس جمهور هستند. فلذا با توجه به اهمیت پروسه صلح، برداشت ما این است که این لیست هم به دلیلی که با فرمان رئیس جمهور آمده و هم به دلیلی که چهره های که در این حضور داره چهره های جامع که از کل اقشار و گروه ها و مجموعه سیاسی و صنفی نمایندگی بکنه نیستن، فلذا بله. بسیار دشوار است که مردم بپذیره و این لیست بتانه که پروسه صلح رهبری بکنه. میخواستم همین سوال ازتون بکنم، الان این انتقادات رو فکر میکنید ممکنه تأثیری بذاره در اینکه ترکیب این لیست عوض بشه؟ خب من فکر میکنم رئیس جمهور احتمالاً آمدانه و با یک برنامه‌ریزی دقیقی تصمیم را گرفته و میفهمه رئیس جمهور که این لیست با این شیوه مورد قبول واقع نمیشه و یقیناً محل نزاع میشه، شاید یک ماه کمتر بیشتر سری از این لیست جنجال به هر حال ادامه پیدا بکنه و در مجموع پروسه صلح رئیس جمهور تلاش است که تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پروسه رو بتونه معطل بسازه و منتظر عزیز که آقای ترامپ رای نیاره بایدن بیاره و بایدن شاید پروسه صلح را با این جدیت در افغانستان تعقیب نکنه، در نهایت ایشان بتونه مدتی بیشتری را در قدرت باقی بمانه. برداشت ما و برداشت نسبتاً بدبینانه البته سیاسی هم است که لیست کاملا با یک پلان دقیق تنظیم شده و یقینا این لیست نمیتونه مورد قبول مردم افغانستان قرار بگیره. متشکرم ازتون. در ادامه چند خبر کوتاه، ایران میگوید برای جلوگیری از مصادره 1.7 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده‌اش در آلمان از سوی آمریکا اقدام جدی حقوقی می‌کند. تلاش آمریکا برای مصادره این اموال به حکم 8 سال پیش دادگاهی در آمریکا برمی‌گردد. این دادگاه اعلام کرد که به شواهدی دست یافته که ایران منابعی را برای به گفته آنها اقدام تروریستی در اختیار القاعده قرار داده. ایران ارتباط با القاعده و مداخله در حملات 11 سپتامبر را رد کرده. کانادا و بریتانیا خواهان تحقیقات مستقل درباره سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران و پرداخت غرامت به آسیب دیدگان شدند. فرانسوا فیلیپ وزیر خارجه کانادا و دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا بر لزوم پاسخگویی به خانواده جان باختگان این حادثه و اجرای عدالت تاکید کردند. 18 دی ماه سال گذشته یک هواپیمای خطوط مسافربری اوکراین در چند کیلومتری فرودگاه بین‌المللی تهران با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 25 میلیون نفر گذشت. تا کنون بیش از 840 هزار نفر جانشان را بر اثر ابتلا به این ویروس از دست دادند. ایالات متحده و آمریکای لاتین همچنان بیشترین تعداد مبتلایان را دارند. سرعت گسترش این ویروس در هند در حال افزایش است. هند با بیش از 78 هزار مورد جدید ابتلا بیشترین رکورد مبتلایان در یک روز را شکسته. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که ممکن است گسترش ویروس کرونا تا 2 سال دیگر ادامه داشته باشد. در بلاروس همزمان با تظاهرات مخالفان الکساندر لوکاشنکو در پایتخت تدابیر شدید امنیتی به اجرا درآمده. گزارش‌ها از استقرار خودروهای ضد شورش در خیابان‌های مینسک حکایت دارد. در همین حال 400 نفر از ورزشکاران سرشناس بلاروس با امضای نامه‌ای خواستار برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری و مجازات کسانی شدند که معترضان را سرکوب کردند. از زمان انتخابات جنجالی که به پیروزی مجدد الکساندر لوکاشنکو منجر شد، هزاران
هزاران نفر در سراسر بلاروس دست به اعتراض زدند. معترضان خواهان کنارگیری آقای لوکاشنکو هستند. در نیویورک یکی از بزرگترین گالری‌های جهان، موزه هنر متروپولیتن، دوباره به روی مردم باز شده. 2 میلیون اثر هنری این موزه به دلیل شیوع کرونا از دسترس علاقه‌مندان دور بودند. گزارشی ببینیم از گیک مکللان. هیجان در فضا حس می شود و کارکنان از بازگشت به خانهشان خوشحالند. متروپولیتن موزه محبوبی است و دل هنردوستان برایش تنگ شده بود. این بازگشایی برایشان تسکین بخش است. یه شمعی از بازگشت به حالت طبیعی داریم. موزه متروپولیتن 150 ساله که بخشی از هویت نیویورکه. قبل از کووید فقط 3 روز تعطیل بودیم. پس این حالا قدم بزرگیه. قدم اول و با احتیاط. امروز هنوز وضع طبیعی نیست. ما داریم در چارچوب یک همه‌گیری جهانی بازگشایی می‌کنیم. ولی داریم یاد می‌گیریم مدیریتش کنیم. و اگر هر کس وظیفه‌اش رو انجام بده، بازگشایی بدون خطر خواهد بود. برای کم کردن خطر، بلیط‌ها زمان‌بندی شده و بازدیدکنندگان باید در مسیرهای از پیش تعیین شده حرکت کنند. ماسک اجباری است و ایستگاه‌های ضد عفونی تعبیه شده. و اگر کسی نخواهد با مترو یا تاکسی بیاید، می‌تواند از سرویس پارک دوچرخه استفاده کند. مردم بیرون موزه صف کشیدند. نیویورک شاید به طرز بی‌سابقه خالی از جهانگرد باشد، اما هنردوستان محلی جایشان را پر می‌کنند. اولین قرارمون اینجا بود و بعد ازدواج کردیم. البته به این سرعت اتفاق نیفتاد، ولی خوشحالیم که به مت برگشتیم. این جای مورد علاقه ماست و راه خوبیه برای برگشتن به دنیای بیرون. موزه متروپولیتن معمولاً سالی 6 میلیون بازدید کننده دارد و حالا 150 میلیون دلار درآمد از دست داده. تنها 1/4 جمعیت سابق به داخل موزه راه داده خواهند شد. اما با توجه به لطمه سنگینی که نیویورک از کرونا دیده، برای مردم این بازگشایی نشانه بازگشت آهسته شهر به زندگی طبیعی است. گیل مکللان، بی بی سی نیوز. به پایان این بخش خبر می‌رسیم. مثل همیشه میتونید تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما هم ببینید. برنامه‌های تلویزیون و رادیو رو هم میتونید در سایت بی بی سی فارسی دنبال کنید. اطلاعات مربوط به برنامه‌های تلویزیون فارسی بی بی سی و ساعت پخش رو هم میتونید از طریق سایت ما به دست بیارید. آدرس ما bbcpersian.com. ممنون که با ما همراه هستید.